مصطفی عزیزی، فیلمساز و تهیه کننده تلویزیون از تورنتو با ما همراه شدن. آقای عزیزی خیلی خوش اومدیم به برنامه. مطمئناً خبر تلخی است برای سینمای ایران، خبر قتل آقای داریوش مهرجویی. در ابتدا برامون در مورد آثار و جایگاهی که آقای مهرجویی در سینمای ایران داشتن بگین و نقشی که داشتن. من هنوز خیلی متاثرم و باورم نمیشه منو یاد قتل فجیع پازولینی توسط فاشیستای ایتالیایی انداخت. مهرجویی به همین اندازه بزرگ بود. مهرجویی کسی بود که اگر ما همون فیلم گاو را ساخته بود که موج نوع سینمای ایران رو موجب شد و بعد فیلم‌های بعدی که ساخت، آقای هالو، پوزشی، دایره مینا، چهار فیلمی که در دوران پادشاهی ساخت، هر چهارتاش یک اثر سینمایی ماندگار بود. بعد از انقلاب هم که مدتی از ایران خارج شد به دلیل اینی که برادر همسر خواهرش رو اعدام کردن و خواهر ژیلا، خانم ژیلا مهرجویی در زندان بود و برای اونم حکم اعدام داده بودن، بعد بالاخره برگشت و اجارنشین‌ها را ساخت. اجارنشین‌ها باز یک نقطه عطفی بود در سینمای به اصطلاح پس از انقلاب. و بعد دیگه فیلم هامون اومد که همه چیز رو تغییر داد. یکی از کارگردانایی بود که بیشترین شخصیت‌های ماندگار تاریخ سینما رو او ساخت و شخصیت‌های مثل گاو مشحسن، یعنی خودش شخصیت مشحسن بگیرید تا هامون و هفت شخصیت مهم در تاریخ سینمای ایران اون ساخت. مهرجویی ساخت. مهرجویی بی‌نظیر بود به خاطر اینکه میتونست هم مفاهیم فلسفی و نمادین رو تو فیلمش بیاره، هم فیلمش پرفروش بشه. ببینید معمولا یه فیلم روشنفکرانه که با پس زمینه‌های فلسفی بیننده عام نداره و برعکس فیلمایی که بیننده عام داره معمولا پس زمینه بسیار عمیقی نداره و سطحیه، ولی فیلم‌های مهرجویی من فکر می‌کنم که شاید تنها کارگردان ایرانی باشه حداقل که در این حال که مثلا یک کمدی مثل اجاره‌نشین‌ها می‌سازه که بالاترین میزان بیننده را تا همین چند سال پیش در ایران داشت و در این حال یک فیلمیه که بحث‌های روشنفکری زیادی هم روش صورت می‌گیره و راجبش حرفای عمیقی زده میشه که این پس به اصطلاح از زمینه فیلم چیه. و من فکر میکنم یکی از شاخص‌ترین کمدی‌های سیاهیه که تو ایران ساخته شده اجاره‌نشین‌ها و فوق‌العاده بی‌نظیره. فیلم هامون که دیگه گفتن نداره، یه فیلمیه که دقیقا اگر متوجه شده بودن نمیذاشتن ساخته بشه و البته متوجه هم شدن، هم اجارنشین ها هم هامون عکس العمل وسیع از طرف کارگردان های به اصطلاح مذهبی اون دوران صورت گرفت که حتی یکیشون میخواست بره خودش رو منفجر کنه جلو سینما و میگفتن که این فیلم ها سنت غلطی رو میذاره. من تصور میکنم که بسیاری از فیلمسازهای ایرانی که بعد از انقلاب فیلمساز مشهور شدن و شدن در واقع یه جوری از الگوی مهرجویی پیروی کرده بودن و سینمای مهرجویی رو در واقع ادامه داده بودن. هرچند سینمای مهرجویی یک مثلا تستی داشت که فقط مخصوص خودش بود و کاملا مشخص بود، بدون اینکه اسم کارگردان رو بدونی متوجه میشدی حتی در فیلم های متوسط مهرجویی کاملا رد پا و مخرش معلوم بود. خب آقای نمیدونم اگه فرصت داریم
آقای عزیزی بسیار کوتاه فرصت داریم، در پایان این گفتگو میشه در مورد این بگین که فقدان آقای مهرجویی در سینمای ایران چه تأثیری میتونه داشته باشه؟ کوتاه. به نظر من اصلا فقدان مهرجویی معنی نداره، چون مهرجویی با فیلمهاش حضور داره، هر فیلمش یک مکتبیه برای آموختن و درس گرفتن ازش. شما ببینید هنوز فیلم هامون حرف برای گفتن داره و به نظر من در طول 100 سال آینده هم حرف برای گفتن داره. و یا فیلم گاف، دومین فیلمی که مهرجویی در ایران ساخت، اینا همه برای حرف. به این خاطر من نگران فقدان آقای مهرجویی نیستم، نگران سینمایی هستم که عملا در حال مرگ و خود سینما در حال مرگ. مهرجویی که جاودانه شد.